بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. ابتدا لازم است که تشکر بکنم از همه نمایندگان، آقایان و بانوان گرامی، هیئت رئیسه محترم، رئیس معزز مجلس شورای اسلامی و همه موافقین و مخالفین، چه آنانی که فرصت شد فرمایشاتشون رو مطرح کردن، چه آنانی که احیانا در جلسات بعد نقطه نظرات خودشون رو مطرح میکنند. نقطه اولی که باید اون اشاره بکنم آن است که یکی از مشکلاتی که ما غیر از موضوع معیشت و کسب و کار در کشور داریم که آسیب دیده، یکی از مواردی که آسیب دیده در کشور، مسئله مهم اعتماده و این اعتماد باید برگرده، بازسازی بشه. برگشت این اعتماد در گروی عمل به وعده هاست. عمل به وعده ها میتونه اعتماد رو بازسازی کنه و برگردانه. بنای بنده به عنوان خدمتگزار و دولت آن است که به وعده ها عمل کند. شما هم در مجلس شورای اسلامی مساعدت کنید، در کمیسیون ها، در سهم، در نقطه نظرات ارزشمندتون، که دولت موفق بشه به وعده هاش عمل کنه. این اون جلوه از صداقت که مردم میبینن، اون چه گفته میشه عمل میشه و اعتماد بازسازی خواهد شد. لذا بدانید چه من در دوره انتخابات، چه در جلسات بعد از انتخابات، اون چه عرض کردم بنام بر عمل کردن به وعده هاست. و این رو هم با یک ادعا نمیشه اثبات کرد جز این که مردم عزیزمون در هر کوی و برزنی ببینند دولت، وزرا، مسئولین مربوطه به وعده هاشون عمل کردن. لذا من اعتقاد دارم به اون چه عرض کردم و انشاءالله از خداوند متعال هم مدد میگیریم برای عمل به وعده ها. این که کسی تصور کنه که این وعده در واقع برای دوره انتخابات بود و که هیجان ایجاد کنه، نه، اینا ما در محضر خداوند متعال هستیم، در محضر ارواح مطهر شهدا هستیم. سخنی که میگیم باید با باور باشه و انشالله بنای بر عمل باشه. این یک نکته محوری نسبت به اون چه که مطرح شده و مطرح خواهد شد. نکته دوم فرمودن نسبت به برنامه، به ویژه عزیزمون آقای دکتر بحرینی، اون چه من تقدیم مجلس کردم، عزیزان گفتن یک برنامه خلاصه چند صفحه‌ای، مثلا 5-6 صفحه‌ای بدید، اون برنامه کلان رو بگذارید بعداً. لذا من اون چه تقدیم مجلس کردم به عنوان برنامه دولتی 13 همه اون چه که در برنامه بود در این چند صفحه گنجانده نمی‌شد. 5-6 صفحه داده شد که اجمالاً رویکردهای برنامه درش باشه که ملخصش هم من اینجا محضرتون قرائت کردم. برنامه کوتاه مدت داریم که حدود 60 تا 65 صفحه است که برنامه آنی و کوتاه مدت با محوریت مسائل پیشروی دولت، مثل موضوع کرونا، مسئله بازار سرمایه، کسری بودجه و از این دست برنامه ها، که اون رو عرض کردم که در محضر رهبری معظم انقلاب اسلامی مد ظله العالی هم عرض کردم، عزیزان هم شنیدن که اون یک برنامه فوری و کوتاه مدته. برنامه دولتی 13 با 30 مسئله کشور که برخی از این مسائل اصلا دستگاهی نیست، فرابخشیه، فراوزارتخونه ایست،
نسبت بهش پرداخته شده، هم مسئله درست روشن شده، هم مشکل و راهکارهای برون رفت از این مشکل دقیقاً احسا شده، با این قید که یک مسئول مستقیم شناخته شده کدوم وزارتخونه، مسئولین همکار روشن شده، زمانبندی هم شده. قابل توجه همه عزیزان به ویژه آقای دکتر بحرینی، قرار نبود در این مختصر به اون چه باید پرداخته بشه، مفصل قضیه به عنوان برنامه تحولی دولت 13 تا چند روز آینده خدمت همه عزیزان انشاءالله تقدیم خواهد شد، در جریان قرار خواهید گرفت و اگر در اونجا نقطه نظراتی باشه، در واقع در یک مرحله عنوان پیشنویس داره، در مرحله دیگر که نقطه نظرات نمایندگان محترم، متخصصان، نخبگان و خبرگان اخذ شد، نهایی خواهد شد. یه زمانی قرار میدیم مثل اون چی که ما عنوان سند تحول در قوه قضاییه اقدام کردیم، منتها سند تحول در دولت طبیعتاً مشروح‌تر، مفصل‌تر با موضوعات متنوع‌تره که گستره دولت رو در بر می‌گیرد. این هم جهت استحضار ایشون و همه نمایندگان عزیز و شنوندگان و بینندگان عزیز و گرامی. مسئله بعد، مسئله مسئولیت هر کدام از اعضای دولت به صورت عام و تیم اقتصادی به صورت خاصه. هر کس دارای مسئولیتی است و باید نسبت به مسئولیت خود پاسخگو باشد. اگر ما گفتیم تیم اقتصادی و هماهنگی، رفع مسئولیت از احدی نسبت به مسئولیت خودش نمی کنه. وزیر، بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، سمت، همه مسئولیت دارن. باید در مقابل خداوند متعال، در مقابل قانون، در مقابل مجلس، در مقابل رئیس جمهور مسئولیتون پاسخگو باشن. اما این جمع یک همکاری و هماهنگی نیازمندن که همون چیزی که شما ازش نگرانید، مسئله عدم هماهنگی تیم اقتصادی تبدیل بشه به یه هماهنگی. من اگر عرض کردم به این معناست. لذا نسبت به سفره مردم همه دولت مسئولیت دارد، نه یک فرد خاص فقط. بنده هم مسئولم، معاون اولم مسئوله و نسبت به هر بخشی وزرا و مسئولین مربوطه مسئولیت دارن. لکن به دلیل انجام هماهنگی بین تیم اقتصادی، که عزیزان نگن که چند آهنگی شد دولت در مسائل اقتصادی که بعضن در دولت ها این گله‌مندی مطرح بوده، برای اینکه یک آهنگ واحدی باشه بر همه بخش ها، ما یک هماهنگی هم در کنار کار اقتصادی تعریف کردیم. معناش این هست، و الا سلب مسئولیت. نه هر کدام عزیزان وزرا صاحب نظرند، در حوزه کاری خودشون اختیار قانونی دارن، اما این یک همکاری، همافزایی و هماهنگی رو با هم در واقع رقم خواهند زد. این هم نسبت به توضیح در مورد مسئله همکاری های اقتصادی. موضوع بانک ها و نظام بانکی که دولت ها اومدن، یکی از برنامه های جدیشون اصلاح نظام بانکی بوده و شما هم حق دارید بگید که خب دولت های مختلف بحث رو مطرح کردن. همینطوره مسئله بانک ها مسئله بسیار مهم و محوری است و دغدغه هست. باید ما این مسئله رو حل کنیم. ما برای موضوع بانک ها و مسائلی که چه بانک های خصوصی و چه غیر خصوصی راهکارهایی رو بررسی کردیم، حتما وزیر محترم، بانک مرکزی، تیم اقتصادی هم نگاهایی داره. این لازمش اینه که انشالله ما با همکاری مجلس محترم و کمیسیون اقتصادی به یک در واقع نظر مشترکی برسیم که تبدیل بشه نظرات و دیدگاه ها به اقدام و عمل، یا تو میدون اقدام و عمل بشه. این نکته ای که هم دولت ها گفتن، هم در نگاه های عزیزان هست به ویژه متخصصین اقتصادی، حتما باید ما نظام بانکی رو در کشور اصلاح کنیم با همکاری هم مجلس، هم صاحب نظران اقتصادی و خود عزیزانمون که در نظام بانکی مشغولند. ما باید این مسئله رو گام های مؤثری براش برداریم
اینجا اصلاح نظام بانکی مطرحه. بانک مرکزی از حالت توصیه کننده که فقط توصیه بکنه به بانک‌ها باید خارج بشه، یک جایگاه نظارتی جدی پیدا کنه و نظارتش همراه بشه با یک سری از پیگیری‌های جدی. این کار وقتی جدیتش در میدان عمل روشن بشه، معلوم میشه بانک مرکزی نظارتش بر نظام بانکی فقط توصیه نیست، توصیه همراه با اقدام و عمله. این از ضرورت‌هایی است که حتما نسبت به بانک‌ها باید صورت بگیره و جزء برنامه‌های دولت هم خواهد بود و انشالله ما پیگیری می‌کنیم. نسبت به صندوق‌های بازنشستگی، شما خوب می‌دونید که وضع صندوق‌ها چه خبره و اگر بودجه‌ای که امروز اختصاص داده میشه به صندوق‌های بازنشستگی یا نباشه یا کم بشه چه اتفاقی می‌افته و قرار بود صندوق‌های بازنشستگی در کشور چه جایگاهی داشته باشه و امروز در کجا قرار داره. اینم از اون مسائل و موضوعات مهمی است که می‌طلبد هم برنامه داشتن و هم اجرا و اقدام، که این هم باز با همکاری بین دولت و مجلس انشاءالله کار دنبال خواهد شد. از صاحب نظران در این باب هم حتما نظراتشون اخذ و مورد استفاده و انشاءالله استضاعه نسبت به دیدگاه های ارزشمند صاحب نظران ما نظراتشون رو مورد استفاده قرار خواهیم داد. نسبت به شاخص های اقتصادی بعضا تردید وجود داره یا ابهام وجود داره. ما شاخص های اقتصادی که تا الان بوده باید حتما یک بازنگاهی و یک بازنگری درش بکنیم. شاخص های اقتصادی برای اندازه‌گیری حتما نیازمند یک بازنگری جدی است. این شاخص های اقتصادی رو بعد از راستی آزمایی، اول شاخص باید اصلاح بشه، بعد راستی آزمایی بشه و بعد معلوم بشه که این شاخص هم میدونه مورد استناد مجلس قرار بگیره، هم مورد استناد دولت قرار بگیره، هم مورد استناد دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی قرار بگیره. این شاخص‌ها رو ما یک بازنگاهی درش حتما باید داشته باشیم با کمک عزیزانمون در مجلس. مسئله حضور بانوان و استفاده از این ظرفیت ارزشمندی که نسبت به بانوان وجود داره حتما دولت این رو مورد توجه قرار داده و قرار خواهد داد. این ظرفیت که میتونه در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تولید نقش آفرین باشه حتما مورد توجه دولت خواهد بود و استفاده از ظرفیت بانوان که نقش آفرینی اونها در دولت برای دولت میتونه کارساز باشه امری است که ما ازش غفلت نکردیم و غفلت هم نخواهیم کرد. حتما این مورد توجه خواهد بود و استفاده از حضور بانوان خلاصه در وزرا نخواهد شد و خلاصه در کابینه هم نخواهد شد، بلکه استفاده از این ظرفیت در جای جای کشور به عنوان زنان نقش آفرین که تا کنون نقش داشتن، ما هم به این نقش حتما اعتقاد و باور داریم و معتقدیم از این ظرفیت قابل توجه، از فرهیختگی، از ظرفیت علمی و اثرگذاری بانوان انشاءالله در حوزه‌های مختلف مورد توجه و استفاده قرار بگیره. نسبت به عزیزان از اقوام و از قومیت‌ها، استان‌ها، ببینید من در عرصه‌های مختلف اعلام کردم، اینجا هم عرض می‌کنم، صدای من رو هم شما که نماینده مردمید هم مردم عزیزمون میشنوند، ما واقعا باید از همه ظرفیت‌ها برای اداره کشور استفاده کنیم، برای کشور، برای استان‌ها، برای مناطق مختلف، قومیت‌های مختلف. ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی وجود داره، ظرفیت قابل توجه که در اهل سنت وجود داره، جوانان تحصیل کرده و برومند. ما مسئولیت داریم چه یک خانواده مستمند و فقیر اهل سنت در یک گوشه باشن، چه یک خانواده شیعه باشن، ما مورد سوال هستیم که چرا توجه نکردیم. اول مورد سوال ذات مقدس پروردگار متعال هستیم. چه فرق میکنه یک جوان برومند کارآمدی که در گوشه از کشور با مدرک فوق لیسانس و دکترا بیکار باشه،
از این قوم باشه با این گویش یا از اون قوم باشه با اون گویش تفاوت نمیکنه. دولت مربوط به جمهور است. جمهور هم 80 میلیون جمعیت با گویش های مختلف، اقوام، شیعه، سنی، ترک، فارس، بلوچ، ترکمن، عرب، عجم، همه اینها آحاد این ملتن و ما نسبت به همه اونها مسئولیم، چه کسانی که به این دولت رأی دادند چه کسانی که رأی ندادند. نسبت به همه دولت مسئولیت داره و وظیفش هست که حقوق اینها رو و نسبت به توجه به اونها توجه بکنه. حتی ایرانیان خارج از کشور، ایرانیان خارج از کشور از حقوقی برخوردارن و دولت نسبت به اونها تکلیف داره. اینا هموطنان ما هستند. مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، فرهنگی، اینا تعلق به این کشور و این سرزمین دارن. بهترین جایی که ایرانیان خارج از کشور میتونن سرمایه گذاری بکنن در این وطن، در خاک پدر مادری و اجدادیشون هست. ما زمینه سرمایه گذاری ایرانانی خارج از کشور رو حتما فراهم خواهیم کرد. مسائل ایرانیان خارج از کشور، امنیتشون، حقوقشون، حقوق اساسیشون، احوال شخصیشون و بسیاری از مسائل رو ما نسبت به اونها مثل نسبت به یک ایرانی که در داخل کشور نسبت به امنیت او، حقوق او مسئولیت داریم، هموطنان ما در خارج از کشور هم نسبت به اونها مسئولیت وجود داره که یک سازوکاری باید وزارت خارجه، شورای عالی ایرانیان دنبال بکنه که حتما اینها بدانن ارتباطشون با کشور، حضورشون در کشور، سرمایه گذاریشون به جای خیلی از جاهای دنیا بهترین جای سرمایه گذاری در کشور و در وطن خواهد بود. پس این وظیفه دولت نسبت به همه آحاد خواهد بود. استفاده از ظرفیت عظیم نیروهای کشور، نیروهای جوان کارآمد مورد توجه خواهد بود و من توصیه‌ام به همه مدیران در کشور است که از این ظرفیت‌ها باید با همه وجودمون ما استفاده کنیم و استفاده هم انشاءالله خواهیم کرد. نکته دیگری که من میخوام عرض بکنم نسبت به بعضی از نکاتی که عزیزان اشاره کردن، نسبت به اعضای کابینه، من عرض کردم که در این سامانه‌ای که ما فعال کردیم خیلی از اسامی رو بارها تکرار کردن، از همین اسامی که وجود داره. منتهاش ما چون دو تا از وزارتخونه‌ها رو در واقع زمانش زمان کمی بود که افرادش قطعی شدن و تعیین کردیم، بقیه وزرا کسانی بودن که نسبت بهشون القادم هست. خب مردم نسبت به این بخش ها خیلی شد پیشنهاد در واقع چون آشناییشون نسبت به این بخش ها مثلا وزارت اطلاعات یا وزارت دفاع، ولی نسبت به همه وزارتخونه ها ما مثلا بعضی از اسامی ما 50 بار 60 بار تکرار داشتیم نسبت بهش، نسبت به آقای دکتر زلفی گل، نسبت به آقای عبدالملکی، نسبت به خیلی از دوستان. حالا من سایتش هستش که افراد پیشنهادات مختلف که نسبت به اینا داشتن، البته در مدیریت‌های مختلف پیشنهاد داشتن، چون ما نگفتیم بری وزارت، گفتیم برای مدیریت‌های مختلفی هر کی پیشنهاد داره بده. پیشنهادات مختلف بوده و هر کدام نسبت به خودشون مسئله رو مطرح کردن. در مورد سابقه ایثارگری فرمودید آقایون، خب نمیخوان گفت ریا بشه، والا بعضی از همکاران ما از ایثارگران هستن، خانواده های شهدا هستن و این افتخاری است برای دولت، برای خود عزیزانمون که این عزیزان در واقع جزو خانواده های معزز شهیدان هستند و جزو چهره های ارزشمندی هستند که نسبت به اونها این قضیه هستش. نسبت به آقای دکتر عین اللهی هم همینطور، شاید 50 بار از مواردی که 50 و چند بار تکرار شده در این سایت اسمیشون برای قسمت‌های مختلف عرض کردم، از چهره‌های انقلابی و کارشناس جامعه پزشکی در ارتباطی که با من بود، در موارد مختلفی از شخصیت ایشون، هم شخصیت علمی ایشون و هم شخصیت اجرایی ایشون و از همه مهمتر این دلدادگی ایشون به انقلاب و نظام و ارزش‌ها که حاضر خطر بکنه، از آبروی خودش مایه بگذاره، وایسته پای کار انقلاب، ارزش‌ها، دفاع از امام، انقلاب، این هم نکته‌های بارزی است. ما پزشکان ارزشمندی داریم، اما خب ایشون در این قسمت مورد نظر بسیاری از
در واقع پزشکان، جامعه پزشکی، جامعه پرستاری کشور بود که مطالب رو به من منتقل کردن و انشالله هم که در این سمت و مسئولیت انشالله اینشون بتونن موفق باشن. نسبت به برنامه، باز من جهت اطلاع آقای دکتر بهنی عزیز که خودشون صاحب نظر در مسائل اقتصادی عرض بکنم و عزیزان نماینده آقایان و بانوان محترم عرض بکنم که برنامه ها هم کیفی است، هم به صورت کمی قابل پایش و اندازه گیری است. عرض کردم هم برنامه مشخص شده، هم مسئول برنامه، هم زمان برنامه، هم همکاران. کاملا ما که ارسال میکنیم انشاءالله به صورت قطعی خدمت شما، از نایه خود شما قابل پایش هست، قابل اندازه گیری هست که کجا اجرا شده و دلمون میخواد این مطالبه گیری از نایه خود نمایندگان محترم، از نایه فرهیختگان در کشور باشه که این کار دنبال بشه به نحوی که ما واقعا در این دوره آزمون خطا نداشته باشیم، بتونه انشالله همه اون مواردی که پیگیری میشه با استفاده از همه تجربیاتی که تا کنون بوده نتایج رو دنبال بکنه. یعنی هم متولی معلوم هست، هم زمانبندی روشنه، مثل اون چی که ما در دستگاه قضایی دنبال کردیم و به عنوان یک برنامه تحولی مورد عنایت رهبری معظم انقلاب و بسیاری از فریختگانم قرار گرفت و مسائل ملی و فرابخشی هم در این برنامه به طور جدی بهش اشاره شده. در ارتباط با اموال و دارایی ها، خب شما یادتونه در مجلس شورای اسلامی شما قانون تصویب کردید، اما این قانون چند سال گذشت اجرا نشد. من که توفیق پیدا کردم اومدم قوه قضاییه، از اولین اقدامات همین بود که باید سریع بنشینیم آیین‌نامه این قانون رو تهیه کنیم. دوستان نشستن آیین‌نامه رو تهیه کردن، اشکالی که گرفتن گفتن بعضی از مواد این قانون ابهام داره. من عرض کردم ابهام قانون در واقع نباید منتهی بشه به تعطیل قانون و عدم اجرای قانون. ما قانون رو شروع میکنیم اجرا، همزمان با آقای رئیس مجلس هم نامه می‌نویسیم که رفع ابهام بشه. من این کارو من کردم، آیین‌نامه رو تصویب کردیم چون در اختیارات رئیس قوه قضاییه بود، سامانه رو راه اندازی کردیم، بسیاری از مسئولین اومدن اموالشون رو اعلام کردند و این سامانه کارش ادامه داره. البته پاسخ به سوالات در مجلس مطرح، ان شاءالله عزیزانمون در مجلس آقای دکتر قالیباف هم دستور خواهند داد که زودتر این ابهامات رفع بشه. من اعتقاد و باور ندارم که اینکه اگه قانون ابهام داشت باید اون رو متوقفش کرد، مگر یک نحوه ابهام داشته باشه که اصلا نشه کاری کرد، که اینطور نیست. غالبا با تعامل با مجلس بسیاری از این ابهامات قابل حل است. و نسبت به دارایی خودم که بعضی از عزیزان اعلام کردن، تو انتخابات در ذکر مبارکتون هست، نگاه کنید به سوابق ما اعلام کردیم. ظاهرا آقایی که عزیزی که اینجا اعلام کردن باید گفت مراتب جهت استهزار که در دوره انتخابات این سوال مکرر از من در محافل میشدم، اون موقع اعلام کردن که حالا جناب عالی هم به اون سوابق نگاه کنید من اعلام کردم. ضمن اینکه قانون، من برای که قانون اجرا کنم اون وقت رئیس قوه قضاییه باید به رهبری اعلام میکرد، من اولین کسی که اجرا کرد قانون خودم بودم، چون قانون یه تبصره داره میگه همه به رئیس قوه قضاییه بدن، رئیس قوه قضاییه خدمت رهبری اعلام کنه و من این کار رو شاید اولین نفری بودم که به عنوان اجرای قانون انجام دادم. ولی تو عرصه انتخاباتم سوال میشد، من این سوال رو پاسخ دادم. نسبت به دولت هوشمند، شفاف سازی، ملاحظه فرمودید که جز برنامه های دولت هست. ما معتقدیم بخش هایی رو نمیشود بیان کرد، مثلا حوزه مسائل امنیتی، اما حوزه مسائل اقتصادی بسیارش باید پشت ویترین قرار بگیره و شفاف سازی میتونه هم به سلامت دولت کمک کنه، هم به نظارت ملی کمک کنه، هم به نظارت نمایندگان ملت. شفاف سازی رو من عقیده دارم بهش و این کار رو انشالله در بخش های خودش اعلام خواهیم کرد. و از جمله شفاف سازی هایی که میتونه سامانه جامعی رو راه اندازی کنه بین بخش های اقتصادی، بنادر، گمرکات، وزارت اقتصاد، دارایی، مالیات، سیستم بانکی، یعنی یک سامانه جامعی اینطوریه که اگه فعال بشه این بسیاری از کاستی ها رو پیشگیری خواهد کرد. و این شفافیت هم برای مردم، هم برای کارآفرینان و سرمایه گذاران و صادرکنندگان و واردکنندگان امر و تسهیل میکنه، هم برای ناظرین
که بهترین ناظرین در مجلس شورای اسلامی هستند برای دیوان محاسبات، برای سازمان بازرسی، از اقداماتی است که حتما انشالله در دولت پیگیری و اقدام خواهد شد. این هم نکته بود که من میخواستم بهش اشاره بکنم. نکته دیگه که عزیزان اشاره کردن مسئله منابع طبیعی بود و اراضی که در واقع دولت مدعی مالکیت اونهاست. خب شما اقدامات بنده حقیر رو در دستگاه قضایی شاهد بودید که ما مسئله حفظ منابع طبیعی و مسئله محیط زیست با بضاعتی که ما در دستگاه قضایی داشتیم کار رو چگونه در استانها دنبال کردیم با همکاری عزیزان دلسوز و انقلابی و حزب اللهیمون در کشور. اما امروز که وظیفه سنگین مسئله منابع طبیعی به عنوان ذخایر کشور مطرحه، حفظ محیط زیست که از مسائل مهمه در کشور هست و اینا یکی از برنامه‌های جدی است برای دولت و در محوریت کار وزارتخانه‌های مربوطه ما قرار داره، هم در وزارت جهاد کشاورزی، هم در سازمان حفاظت محیط زیست، هم در بخش‌های دیگه‌ای که انشالله این محور هم مورد توجه قرار خواهد گرفت انشالله. موضوع دیگه‌ای که اشاره فرمودید مسئله تولید واکسن بود. ما مسئله‌مون در رابطه با موضوع کرونا به عنوان یک اولویت و من اینجا اعلام کردن اولین اولویت ما در کشور مسئله سلامت مردمه و مبارزه با کروناست. تولید واکسن داخلی اولویت ماست، اما ما همزمان با افزایش تولید واکسن داخلی واکسن هم از خارج وارد میکنیم. ما باید در ظرف مدت کوتاهی قضیه واکسیناسیون عموم مردم را اجرایی و عملیاتی کنیم. این کار امکان پذیره و پیگیری های خود بنده از طریق مسئولین خارج از کشور، پیگیری های آقای دکتر مخبر معاون اول محترم، پیگیری های هلال احمر، وزارت بهداشت و درمان، کار داره دنبال میشه، وزارت امور خارجه هم داره دنبال میکنه. ما این رو در دستور کار قرار دادیم، نه به صورت هفتگی، به صورت روزانه و در هر روز چند بار مسئله واکسینه کردن مردم از اولویت‌های اول دولته و ما این رو انشالله ظرف مدت کوتاهی امید داریم تا رسیدن فصل سرما ما بتونیم واکسیناسیون رو در کشور کاملا عملیاتی و اجرایی کنیم انشالله. موضوع مناطق محروم که اشاره فرمودید، خب مناطق محروم باز از مواردی است که در برنامه توسعه ششم آمده، حتما در برنامه توسعه هفتم به عنوان یکی از محورها مورد تاکید قرار خواهد گرفت. در برنامه دولت ما هم همینطوره، مسئله مناطق محروم امری است که نباید ازش غفلت کرد، همه مناطق مورد توجه ماست، اما مسئله مناطق محروم در اولویت هست و حتما ان شاء الله ما برای اون برنامه داریم به عنوان یکی از اولویت هایی که از قبل هم اعلام شده الان هم من برایش تأکید دارم. مسئله ساختارهای موازی در دولت حتما هم بودجه و امکانات رو هدر میکنه، هم وضعیت پیچیده بوروکراسی نمیگذاره که ما کارمون رو اونچنانی که باید دنبال کنیم. این مسئله ساختارهای موازی جزء موضوع تشکیلات هست که به صورت محوری، مثل مسئله کارمندان که ما تو یک اداره هم خرید خدمت داریم، شرکتی داریم، پیمانی داریم، استخدام رسمی داریم، تو یک اتاق نشستن 6-7 نفر هم حقوقاشون متفاوت هست، هم ارتباط سازمانی و کاراشون متفاوت هست. اینو باید ما حتما جز اولویات هامون هست که مسئله کارکنان دولته. یه وقتی هم یک نظام هماهنگ پرداخت در کشور تصویب شد که اون وقت در ادارات بهش میگفتن نظام ناهماهنگ پرداخت و حقیقتش هم همینطوره. واقعا ما عدالت در پرداخت برای اون خیلی مهمه و اگر یک قشر حقوقشون اصلاح میشه خوبه به اقشار دیگه هم توجه بشه. من خدمت نمایندگان عزیز و بزرگوار عرض بکنم، موکلین شما در سراسر کشور، هم از شما هم از بنده به عنوان خدمتگزارشون توقع دارن. اگه به یک قشر توجه میکنیم تصور نکنیم این قشر تمام کشوره، به اقشار دیگه هم توجه کنیم و الا به یک در واقع قشر توجه میشه و اقشار دیگه توجه نمیشه. این که من در بعضی از جلسات گفتم متناسب سازی حقوق دریافتی با تورم امری است که باید شامل همه دستگاه ها بشه، یعنی معلوم بشه که این متناسب سازی حقوق دریافتی و این هم دیگه از جلوه های عدالته.
یکی از جلوه های عدالت، عدالت در پرداخت. ما کسانی داریم دکترا دارن، دارن به عنوان یک کارمند کار میکنن در همونجا، آقای یا خانومی همین مدرک رو داره با یک کارآمدی در واقع خاص خودش و در نوع پرداخت متفاوت. اینا در همه ادارات و همه سازمان ها و همه بخش ها هم هست. وقت خوبیه آیان محترم، خانوم های گرامی، برای اصلاح بسیاری از مسائل کشور بهترین فرصت رو داره. به نظرم همکاری دولت و مجلس میتونه بسیاری از گره ها که در کشور برای شما شده یک مسئله، ذهن شما رو کاملا مشغول کرده و ذهن بسیاری از مردم و عزیزانمون رو، به نظرم میشه با یک کار در واقع همافزا، پیگیر و کارشناسی شده با همکاری مجلس و همکاری بسیاری از دلسوزان در دانشگاه ها، در محافل علمی، یک در واقع اقدامی بکنید. ما آمادگی داریم که کار، اگر کار کاملا کارشناسی شده باشه، مبتنی بر قوانین و مقررات قطعی باشه، تو این میدان اجرا کننده باشیم و در این جهت هیچ باکی نداریم که چه بگوین چه به ما بگن. نه، اجرای عدالت یه مشکلاتی داره، میدونیم، این رو واقفیم. بزرگان به ما آموختن، در سیره ائمه خدا علیهم صلوات الله هم این هست که عدالت یک مشکلاتی همراه با خودش داره. ما آمادگی داریم برای که هزینه کنیم هم خودمون رو، هم امکانات خودمون رو، برای اینکه اجرای عدالت بشه. اجرای عدالت محوری است که اساس تحول در دولت رو میتونه اجرای عدالت در واقع شکل بده. و بعد در اونجا خواهید دید سنی راضی، شیعه راضی، روستایی راضی، شهری راضی، نخبه اجتماعی راضی. بله، ممکنه یک چند نفری صداشون در بیاد، ما این برامون مهم نیست. مهم آن است که بدانیم به عدالت داریم عمل میکنیم. اونی که مهمه اینه. والا شما وقتی اجرای عدالت میکنید، طبیعتاً یه عده‌ای ممکنه از این قضیه ناراحت بشن. اونی که برای ما مهمه، رضایت عموم مردمه، عموم شهروندانه، کسانی که امروز ما نسبت به اونها تکلیف داریم و اونها حق دارن به گردن ما. حق اونها دارن، ما هم باید وظیفه تکلیفیم خودمون رو انجام بدیم. مسئله تمرکزگرایی یا تمرکززدایی که مسئله مهمی هست، این باید یک کار کارشناسی بشه ازش. ما موافقیم برای اختیارات رو نه فقط به استاندار، به بعضی از رؤسای کل هم داد در جای خودش، به بعضی از فرمونداران و بخشداران هم در حوزه خودشون داد. باید کار اصل این که همه چیز به مرکز نگاه نکنه حرف درستیه، اما باید یک کار دقیق بشه. ما بتونیم به استاندار، به مدیر کل، به یک فرموندار، به یک بخشدار بتونیم کاری که میتونه خودش انجام بده انجام بده، و ما حتما میتونیم در این رابطه از این همکاری و از این در واقع احساس مسئولیت فرصت کنیم که در ستاد کارهای ستادی بیشتر انجام بشه، یعنی بررسی‌های دقیق انجام بشه و بتونیم گام‌هایی برای اجرای عدالت انشالله برداریم. نکته دیگری که من باید عرض بکنم آن است که ما، همطور که من از همین تریبون در محضر نمایندگان عزیز ملت عرض کردم، که ما تعامل با تمام کشورهای دنیا به ویژه همسایگان رو جزو سیاست خارجی ماست، به ویژه زمینه‌ای که برای تبادل اقتصادی وجود داره و فعال کردن دیپلماسی اقتصادی. کشور ما تولیدات بسیار خوبی داره، بازار بسیار خوبی تو منطقه داره. اگر فعالیت و دیپلماسی اقتصادی فعالی باشه، میتونه زمینه رو برای صادرات فراهم بکنه. این صادرات موجب میشه که تولید افزایش پیدا کنه، چرخهای تولید بیش از پیش به حرکت در بیاد، رونق تولید ایجاد بشه. و این هم از چیزایی است که جزء برنامه‌های دولت هست. ما سروران عزیز باید حتما ظرفیت غیر فعال تولیدی در کشور رو فعال کنیم. 40% ظرفیت کارخونه‌های ما غیر فعاله، این باید فعال بشه، نیازمند به اقدام جدی و فوری است. این خودش اشتغال زیادی ایجاد میکنه. اگر ظرفیت‌های اقتصادی در کشور فعال بشه، این ظرفیت‌ها اشتغال بسیاری ایجاد میکنه و این مراجعاتی که به شما هست در حوزه‌های انتخابیه، در عموم بخش‌های کشور، این
تبدیل بشه به اشتغال. این یک کار جمعی پیگیرانه میخواد و این کار کاملا قابل اقدام و قابل عمل هست. فکر میکنیم انشالله با بررسی هایی که شما در کمیسیون های مجلس انجام دادید، آیان محترم و بانوان گرامی، ما بهترین هیئت های مستشاری رو برای دولت مجلس میدانیم، چون مجلس مجموعی از نخبگان، کارشناسان، صاحب نظران، غیر از اون جایگاه نظارتی که داره بر کار دولت، به عنوان مشاورین امین میتونه برای همه وزرای ما و برای همه دولت مردان ما مطرح باشه در کمیسیون‌های کاری. و حتما این ظرفیت ارزشمندی که برای کشور وجود داره باید مورد توجه قرار بگیره و حتما بدونید انشالله مورد توجه ما هم انشالله خواهد بود. من برای که وقت خیلی گرفته نشه، خدمت نمایندگان عزیز و بزرگوار عرض بکنم نسبت به مسئله معرفی وزرای پیشنهادی و کسانی که ما بررسی کردیم وضعیت اونها را، و من صبح در بخش آغازین جلسه عرض کردم که روش ما برای اینکه بتوانیم به نیروهای کارآمد انقلابی فساد ستیز مردمی کارآمد برسیم چه طریقی رو طی کردیم. این معناش این نیست که اگر احیانا وزیری معرفی شد مسئولیتش با کسانی است که احیانا یک گروهی یا یک جریانی معرفی کردن. نه، مسئولیت ما برای بررسی، مسئولیت بنده برای پیگیری، بررسی و شناخت نسبت به شخصیت اون فرد، نسبت به توانایی این که بتواند این کار عظیمی که به عهده‌اش به عنوان وزیر، این مسئولیت جای خودش هست. من میخواستم در واقع متدولوژی به قول امروزی ها و روش کار رو توضیح بدم که شما در جریان روش کار قرار بگیرید که روش کار اینطوره، بلا اون مسئولیت چه با خود وزیر محترم، چه اون بخشی که به عهده ماست، اون جای خودش محفوظه و تردیدی در این جهت وجود ندارد. و امید اون هست که بخش‌های مختلف مردم عزیزمون که امروز امید بستن به این که این دولت بتواند مشکلات رو حل بکنه، این دولت بتونه گره‌ها رو باز بکنه، این امیدها روز به روز افزایش پیدا کنه و این امیدها افزایشش با اینه که ما در عرصه عمل و اجرا واقعا احساس مردم این باشه که ما داریم عمل میکنیم، با اون چه گفتیم پایبندیم. و این نکته بسیار مهمه، یعنی مردم عرب اینو بدونن، لور اینو بدونه، ترک اینو بدونه، فارس اینو بدونه، همه اقشار جامعه بدونن که امروز سمت و سوی دولت، سمت و سوی دولت در واقع صادق الوعده، صادق القوله و میخواد با اون چه گفته شد کاملا جامعه عمل بپوشه. و منتهای مراتب برخی از اقدامات ممکنه زمانبر باشه، ولی بعضی از کارها به نظر من زودهنگام باید صورت بگیره. مردم متوقعن که این کارهای زودهنگام کاملا براشون آثارش محسوس باشه. اینم نیازمند اینه که انشالله ما بتونیم یک، در اصلاحیه برنامه سال 1400 اگر وجود داره مواردی که من تیمی رو مأمور کردم که حتماً اصلاحاتی نسبت به برنامه 1400 اگه وجود داره زودتر تقدیم مجلس بشه. و 1401 بسیار مهمه که دیگه در دولت ما داره بسته میشه، باید همراه با کسب بودجه نباشه، باید بسیاری از معضلاتی که ما در 1400 داشتیم نداشته باشیم، که اینم انشالله با همکاری مجلس میشینیم و بودجه 1401 رو به نحوی تنظیم میکنیم که این مشکلاتی که امروز کشور باش مواجهه ما بتونیم انشالله به حداقل ممکن برسانیم انشاءالله. دو تا نکته رو عزیزان تذکر دادن من اینجا عرض بکنم. یکی مربوط به سهام عدالت که این هم در دستور کار پیگیری میکنیم انشاءالله، هم مسئله بورس در دستور کاره، هم مسئله سهام عدالت، به ویژه اونهایی که بحث جاماندگان از سهام عدالت که مدتی در مجلس هم مطرحه، عزیزان بحث کردن، مطالعه کردن. ما هم با همکاری دولت و وزارت اقتصاد دارایی و همکارانمون انشاءالله با کمک مجلس
این رو حتما دنبال خواهیم کرد که مورد توجه عزیزان هم انشالله قرار بگیره. منتهی مرتب یه مقداری هم عزیزان باید حوصله کنن تا وزرا مشغول به کار بشن انشالله با رأی اعتماد عزیزان مجلس و مسلط بر کار بشن انشالله. بله این همه این مواردی که امروز دغدغه مناطق هست اسم بردن، بعضی از مناطق اینجا عزیزان اون اسم بردن، خوزستان رو، مناطقی از لرستان رو، مناطقی رو از بخش‌های دیگه از کشور، اینا همش مورد توجه هست. سیستان و بلوچستان حتما، یعنی مناطق محروم عموما و این مناطق خاص به صورت خاص حتما مورد توجه دولت خواهد بود. من قبلا هم گفتم ما برنامه داریم در بعضی از استانهایی که مشکل جدی داره استاندار ویژه انتخاب کنیم، هم برای حضورشون در دولت به صورت متناوب حضور پیدا کنن و ما بتونیم در جریان قرار بگیریم. یه جایی هم ممکنه ما یک نماینده خاص اصلا تعیین کنیم، اختیاراتی که قانون اساسی به رئیس جمهور داده به دولت داده، ما این کارو از این ظرفیت انشالله استفاده خواهیم کرد که ما بتونیم وضعیت استانها رو برسیم. هر روز شاهد یک مسئله تو استان خوزستان یا استان سیستان بلوچستان یا بعضی از استانهای دیگه کشور نباشیم. این اختیار دادن به صورت خاص یا اونها رو در دولت همیشه دعوت کردن، اینم جزء برنامه‌هایی است که انشالله مورد توجه و مورد نظر انشالله خواهد بود. سوالی که مطرح فرمودند نسبت به مسئله هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح نظام یارانه‌ها، خب یارانه‌ها قانونه، ما الان قانون رو باید اجرا کنیم. خب الا اینکه پیشنهاداتی باشه برای اصلاح قانون یا اصلاح نظام در واقع هدفمندسازی یارانه‌ها، طبیعتاً در دولت رو این قضیه بررسی خواهد شد انشالله. ما با یک کار کارشناسی موضوع رو تقدیم میکنیم به مجلس محترم. من اینا اینجا هم عرض بکنم، ببینید آقایان محترم و خانم‌های گرامی، حق شماست طرح دادن به مجلس، هیچ کس نمیتونه بگه شما از طرح دادن دست بردارید. بالاخره یک دغدغه‌ای تو استانتون وجود داره، فکر میکنید با دادن این طرح این مشکل حل میشه، این هم در قانون هست، هم از اختیارات شماست. اما من توصیه‌ام به عنوان مسئول در دولت اینه که بسیاری از این طرح‌هایی که داده میشه مجلس اگر با همکاری دولت در مقدمات کار باشه انشالله هم دغدغه شما رفع میشه، هم کار همراه با کارشناسی است، در ادامه راه هم کار مواجه و مشکل نخواهد شد در شورای محترم نگهبان یا در مرحله بعد. ازا من توصیه‌ام اینه که این طرح‌ها رو که شما پیشنهاد دارید اگر با همکاری بخش‌های مربوطه در دولت باشه میتونه از یک اتقانی برخوردار بشه که این اتقان میتونه کار رو تسهیل کنه برای به نتیجه رسیدن، ولا کار در یک مراحلی میمونه. یعنی شما زحمت رو کشیدید، پیگیری رو کردید، مجلس هم پیگیریش رو کرده، اما ممکنه در یک مراحلی دچار وقفه بشه. شما حتما اینو نمیخواد، شما میخواد کار دنبال بشه به نتیجه برسه. ما هم همین دلمون میخواد که شما عزیزمون که در یک استان، در یک شهرستان، در حوزه انتخابیتون هستید، یک دغدغه‌ای دارید، ان شاءالله این هم در جای خودش دنبال بشه و پیگیری لازم نسبت بهش انجام بگیره. اینها مجموعه نکاتی بود که عزیزان مطرح کردن در اینجا و من می‌خواستم نسبت به هر کدام توضیح عرض بکنم خدمت شما. امیدواریم که اون چه که شما مطرح کردید و اون چه که ما عرض کردیم انشاءالله برای رضای خداوند متعال باشه و همه در جهت گشایش در کشور و کشورداری و حکمرانی بر اساس موازین دین و ارزش‌های الهی باشه انشاءالله. و مجموعه اون چه که شما اشاره فرمودید از عزیزانمون در بخش‌های مختلف در حوزه‌ها و استان‌های مختلف، این که مطرح شد شما مثلا از یک بخشی در دولت گذاشتید، از یک بخشی یا یک استانی تعیین نکردید، اینها ما به همه استان‌های کشور و همه اقوام و همه بویش‌ها احترام میگذاریم، به کرد و ترک و عرب و فارس و بلوچ و لور و ترکمن و همه استانها احترام میگذاریم و ما معتقدیم تو همه مناطق فرهیختگانی هستن که در جای جای دولت بود از وجودشون استفاده بشه و از ظرفیت‌هایی که در استانها وجود داره و انشاءالله از طریق معاون پارلمانی ما آقای حسینی انشاءالله موارد رو که عزیزان در مجلس داشتن و من منتقل میشه. این دو سه روز هم که وضعیت صلاحیت وزرا مورد بررسی نمایندگان محترم مجلس هست انشاءالله این کار زودتر انجام بگیره و نمایندگان محترم انشاءالله با رأی اعتمادشون کمک کنن که هرچه زودتر دولت تشکیل بشه، با قوت هم تشکیل بشه. میدانید که دولتی که مبتنی باشد
بر رأی نمایندگان، اونم رأی بالای نمایندگان، حتما پشتوانه بهتری خواهد داشت برای انجام وظیفه، چه یک وزیر باشد چه مجموعه دولت باشه. حتما رأی نمایندگان محترم به دولت، به اعضای کابینه میتونه پشتوانه ارزشمندی باشه برای کار و برای قوت دولت در حوزه ها و بخش های مختلفی. من اگر در ضمن صحبتم چه صبح چه الان اسم برخی از آقایون در زبانم اومد، اسم برخی رو نبردم، غرضم عرض احترام و در واقع ادب نسبت به افراد و اشخاصی که اسم بردن یا اونایی که به زبان نتونستم بیارم یا یادم نبود، ولی در هر صورت ما احترام به همه حضرات قائل هستیم و انشالله امیدواریم که خداوند متعال به ما توفیق بده بتونیم وظیفمون رو انجام بدیم. من از نقاطی که یا نکته هایی که یا انتقاداتی که بعضا نمایندگان محترم فرمودن، چون بعضی ها میگفتن فلانی یه وقت ناراحت نشی، نه من اصلا ناراحت نمیشم، من ناراحت اون وقتی میشم که یک آسیب رو شما ببینید. به من حال لازم نیست همه چم از پشت تریبون باشه، غیر تریبون هم اگر نکته دیدید، شما عرض میکنم بهترین ناظرین هستید و امنای کشور و امنای مردم هستید، هرچی که با ما نکاتی رو بگید حتما بدانید که در جهت اصلاح، به اصلاح دولت، به اصلاح امور کمک خواهد کرد. و این نکته‌ای که در روایات ما هم النصیحت لائمه المسلمین، نصح یعنی خیرخواهی، ما شما رو خیرخواه میدونیم و نکاتی که شما از در خیرخواهی مطرح میکنید حتما برای اصلاح امور دولت مؤثر میدانیم و امیدواریم که انشاءالله اون چه رضای خداوند متعال از پیش بیاید که او راضی باشه و ما هم انشاءالله سعادتمند و رستگار. اجازه های عزیز جناب‌های بستام، عزیزان ما هستند و ما هم نسبت به کرد و لور و فارس و بلوچ و همه اقوام مسئولیت داریم و انشاءالله در خدمتتون هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.